جمعی از فعالان سیاسی و اعضای مراکز تحقیقاتی و مطالعاتی کشور عراق با حضور در شهر مقدس قوم و بیت بزرگ مرجع جهان تشیع حضرت آیت الله العظما سید صادق حسین شیرازی مدظله الهلالی با ایشان دیدار و گفتگو کردند مرجع قد در این دیدار ضمن بیان گوشههایی از سیره حکومتداری امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام فرمودند امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام از عراق مرکز حکومت خود بر نیمی از زمین فرمان روایی کردند و بر تمام مشکلاتی که با آن روبرو بودند در دوره حکومت خود آثار بزرگ و شکوهمندی بر جای نهادند که اگر هر روز هزاران هزار بار آن آثار بیان شود از عظمت و شکوه آن نمی کاهد. آثاری که جهان تا به امروز مانند آن را به خود ندیده است ایشان در تبیین روش حکومتداری امیر مؤمنان علی علیه السلام ادامه دادند حتی دشمنان آن حضرت ننوشته و ذکر نکردند که در دوران حکومت آن حضرت یک مورد فردی اعدام شده کسی به جرم سیاسی زندانی شده فقیری تمام دوران زندگی و طول عمر خود را با فقر سپری کرده یا فردی به دلیل کار و فعالیت سیاسی از امیر مؤمنان علیه السلام ترسان و حراسان بوده است مرجع عالی ادامه دادند، روش و منش و شیوه مدیریتان حضرت در اختیار ماست عراق امروز به مجموعه انسانهای مخلص نیاز دارد که از امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام در ساموزی کرده و به روش ایشان بر مردم حکومت کنند و البته این کار به پشت کار مقاومت، بردباری، صبوری و گذشت فوقلاده نیاز دارد مرجعیت شیعه در پایان سخنان خود ضمن اشاره به حوادثی که در عراق در جریان است فرمودند من به آینده عراق امیدوار هستم در عراق نخبگان و اندیشمندانی وجود دارد که اخلاص و پشت کار در آنان کاملا مشهود است انشاءالله تعالی فرجام کار خوب است توجه داشته باشید که انسان با داشتن امید موفق خواهد شد نه با شرط و فشار گفتنی در ابتدای این دیدار میهمانان گزارشی شفاهی و مکتوب از فعالیت ها و طرح و برنامه های مراکز تحقیقاتی و مطالعاتی خود تقدیم معظم الله کردند.